یو بل زیرای دو بغلان خاریانو تا اسلام قلعه درملتون چه پا دی ورسته که خپل فعالیت پا مرکزی بغلان که پیل کردی دا تقدار دکترانو سره دا درانو بغلانیانو پا خدمت کرد دکتر عبدالقدس شینواری مالج امراض داخل دا کار وقت دا ورزی لدو بجو نا تر سلور بجو پوری او دکتر محمد عظیم فرنگزاد مالج امراض داخلی عصبی و روانی دا کار وقت دا سهار لاتو بجو را دا مازدیگر تر سلور بجو پوری پتا دا مرکزی بغلان خار عمومی سرک اسلام قلعه در ملتون داری کشمیرا سفراویا دیرش شپک پنزوس شپک سواو یویس اسلام قلعه در ملتون دا روختیا پا برخه که یو نویگم خبر و گزارش تحلیل و نگرش از رادیوی بغلان 89.2 FM اخبار این ساعت از طرف اسلام قلعه در ملتون با شما تقدیم می‌گردد. شنوانده عزیز رادیوی بغلان سلام علیکم، من محمد امیر محمدی ابلاغ هستم و شما را به شنیدن اخبار این ساعت دعوت میکنم. اما در نخست سرخط اخبار، 13 کارگر معدن زغال سنگ در بغلان از سوی داعش تیرباران شدند. طالبان میگوید کشتن 13 معدنچی در شمال کشور ربط به ما ندارد. و سرپرست وزارت مخابرات معرفی شد و خبر دیگر نیز داریم. در متن اخبار با ما بمانید. بسم الله الرحمن الرحیم. مشروع اخبار، مسئولان محلی بغلان میگویند که گروه داعش در ولسوالی تالابرفک ولایت بغلان 13 کارگر معدن زغال سنگ را تیرباران کرد. این کارگران در معدن مردمی زغال سنگ این ولسوالی کار میکردند. فیض محمد امیری ولسوال این ولسوالی به رسانه ها میگوید که این کارگران زمانی که از معدن زغال سنگ به سوی خانه هایشان میرفتند در منطقه انارک این ولسوالی از سوی مردان نقابدار گروه داعش تیرباران شدند. از سوی دیگر طالبان تا اعلامیه هر گونه دخالت در کشتن 13 معدنچی در منطقه اناردره ولسوالی تالابرفک ولایت بغلان را رد کرده و گفتند که این معدنچیان ارتباط خوبی با طالبان داشتند. دیروز 13 معدنچی توسط افراد مسلح ناشناس در منطقه اناردره ولسوالی تالابرفک ولایت بغلان به قتل رسیدند و 3 معدنچی دیگر نیز زخمی شدند. تعدادی از رسانه‌ها قتل معدنچیان را به طالبان نسبت دادند، اما این گروه امروز تا اعلامیه هر گونه دست داشتن در قتل این 13 معدنچی را رد کردند. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی اعلام کرد سید احمد شاه سادات معاون وزارت مخابرات به عنوان سرپرست این وزارت تعیین شده است. یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات اعلام کرد طبق دستور ریاست جمهوری سید احمد شاه سادات به عنوان سرپرست این وزارت اجرای وظیفه کند. و افزود سید احمد شاه سادات که پیش از این به عنوان معاون این وزارت فعالیت داشت، شنبه به عنوان سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی فعالیت خواهد کرد. خبر اخیر این که شهر هامبورگ در آلمان روز گذشته شاهد برپایی تظاهرات مهاجران بود. به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تیوی، شهر هامبورگ در آلمان روز گذشته شاهد برپایی تظاهرات مهاجران بود. شرکت کنندگان در این تظاهرات به برنامه‌های دولت آلمان در اخراج پناهجویان افغان در این کشور اعتراض داشتند. آنها شعار می‌دادند حقوق بشر مرز نمی‌شناسد. در ماه اکتبر دولت افغانستان با دولت آلمان توافق امضا کرد که بر اساس آن دولت آلمان می تواند افغانهایی را که درخواست پناهندگی آنها در آلمان رد می شود به افغانستان بازگرداند.
شنونده عزیز، تشکر از توجه شما به اخبار این ساعت که از طرف اسلام قلعه در ملتون به شما تقدیم کردید. تا سرویس بعد، خداوند حافظ و ناصرتان. اخبار این ساعت از طرف اسلام قلعه در ملتون به شما تقدیم کردید. بغلان رادیو با بغلان که ده خبر تر ټول او باوري سرچینه 98.2 اف ام. اسلام قلعه در ملتون با داشتن دکتران مجرب در بخش های داخله و اطفال، دکتر عبدالقدوس شنواری، دکتر محمد عظیم فرنگزاد، معالج امراض داخله، عصبی و روانی. اسلام قلعه در ملتون وارد کننده ادویجات هندی و وطنی از کمپانی های مشهور داخلی و خارجی با قسم عمده و پرچون. آدرس: شهر جدید بغلان، سرک عمومی بغلان کندز، اسلام قلعه در ملتون. شماره های تماس 070-50-53-596 و 078-58-98-64.